من سیاست رو در فضای ایران به واسطه جنبش سبز و میرحسین موسوی شروع کردم و شخصا هم بهش هم علاقه داشتم، هم نحوه سیاست ورزش برای من جذابیت خیلی خیلی خاصی داشتش. من سال 88 حدوداً 8 سال بود که از ایران مهاجرت کرده بودم به عنوان دانشجو. اون موقع مشغول پایان دکترام بودم در دانشگاه لندن و همینطور هم مشغول تدریس بودم در اینجا. و وقتی که میرحسین موسوی وارد سیاست ورزش شد، با سویه هایی که هم درش به شکلی استقلال طلبی بود، هم درش سویه هایی از امپریال استیزی بود، هم صحبت از مردم میکرد، صحبت از بازگشت به انقلاب میکرد، صحبت از بازگشت به اصول اولیه انقلاب 57 میکرد و این خب برای من شخصا بسیار جذاب بود و برای همین من هم به جنبش سبز پیوستم و سالها هم بهش وفادار بودم و تا همین لحظه هم من تا همین امروز تا این برنامه هرگز میرحسین موسوی رو نقد نکردم، چرا که معتقد بودم که او در حصر خانگیه و تا زمانی که حصرش به پایان نرسیده منصفانه و عادلانه و اخلاقی نیست که او رو نقد کنم و همینطور هم معتقدم که افراد باید به گذشته سیاسی خودشون حداقل وفاداری داشته باشن. بریم سر بیانیه موسوی. یه جای خیلی جالبی داره اینجا و باور نکردنی است بیانیه موسوی در اینجا. میگه که دفاع از حرم که به معنای حراست از قلب مؤمن در مقابل کمترین گرایش به ستمگرانه است، به خون ریختن در سرزمین های بیگانه برای تحکیم پایه های رژیمی کودک کش اطلاق می شود. سوریه رو میگه و بشار اسد رو میگه. همان گونه که پیش از آن استخدام اوباش بدسیرت برای غم کش کردن جوانان مردم بصیرت نام گرفت. سال 88 داره میگه و به ویژه عاشورای 88 داره میگه که درش خواهرزاده میرحسین موسوی توسط فردی ناشناس با غم کشته شد. سزای آن سردار بی افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود؟ جز آن که جانش در قربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود. سردار همدانی رو میگه سردار بی افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد، چون سردار همدانی گفته بود که ما سال 88 اومدیم تو خیابون‌ها و نظم رو برقرار کردیم. میگه جز آن که جانش در قربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود، در حالی که نه آسمان بر او گریست و نه زمین و نه او کمترین نمی از سابقه پیشین با خود به پیشگاه خداوند برد. یعنی هیچ گونه از ثوابی که در جنگ 8 ساله با عراق داشتم نصیبش نشد. سردار همدانی رفت و تلف شد برای اینکه پای خود جون خودش رو گذاشت پای یک دیکتاتوری به اسم بشار اسد. آقای موسوی، حتی سعودی و بن سلمان هم به فرزندان ایران که در سوریه جنگیدن نگفتن جنگیدن برای یک دیکتاتور رو بهشون در واقع لقب تروریستی و غیره بدن. و شما کار عجیبی کردید. کسانی که در سوریه جنگیدن مظلوم ترین فرزندان تاریخ این کشور بودن. یعنی چه تاریخ قبل از اسلام، چه تاریخ بعد از اسلام. کسانی بودن که اغلبشون حداقل تو 2-3 سال اول مخفیانه اومدن، بی صدا اومدن و بی صدا دفن شدن. در حالی که اگر نبودن الان در تهران شما سنگربندی داشتید و داشتید می‌جنگیدید. همین سوریه که از دست رفته بود 70 تکه شده بود، عراق حتما 70 تکه شده بود، کردستان حتما اعلام تجزیه می‌کرد، بعدن شما در بخش‌های از ایران مشغول جنگ بودید و شما به اینهایی که بودن ایران امروز، امنیت ایران، کشته نشدن مردم و حذف شدن داعشی که توسط واشنگتن و تل آویو ساخته شد و ریاض مدیون اونهاست، با اونها اینجوری حرف می‌زنید. این ترسناکه چون عده‌ای هستن که مثل شما چون دهه 60 رو دوست ندارن، به کسانی که در جنگ 8 ساله کشته شدن همین احساسا رو دارن و همین حرفا رو می‌زنن و اونها رو این به این شکل می‌نامن. ولی اون کسانی که در جنگ 8 ساله کشته شدن، فارغ از اینکه سیاست گزارانشون چه دستورات می‌دادن، مثل شما آقای رفسنجانی و آیت الله خمینی و غیره، چقدر درست بود یا غلط بود کارشون، اونها فرزندان ایران بودن و کسانی که در سوریه کشته شدن فرزندان ایران بودن. و عجیبه که شما اینقدر انتخابی با تاریخ ایران برخورد می‌کنید. وقتی که آقای محتشمی پور در بیمارستان بود و داشت فوت میکرد، میرحسین موسوی بهش تلفن کرد که توی این توییت اگر برید هنوزم صوت میرحسین موسوی هستش. و جمله‌ای که میگه خیلی جالبه، میگه من چیزهای خیلی خوبی از ایشان، یعنی محتشمی پور، دیدم. ایشان انسان شریف و شجاعی است، نقش بسیار قوی در انقلاب و سوریه و لبنان و دولت داشت. حالا سوالی که از میرحسین موسوی یا نویسنده و مد هست اینه که بالاخره محتشمی پور یکی از مؤسسین حزب الله لبنان بود که در سوریه رفت و به شکلی حضور منطقه‌ای ایران رو آغاز کرد در دهه 60 شمسی یا 80 میلادی. اگر آدم خوبی بود که خب سردار همدانی و بحث حضور ایران در سوریه در دهه 90 شمسی هم که ادامه همون تفکر بود، که چطور میشه که حضور ایران در منطقه در دوره آیت الله خمینی کار خوبیه، اما حضور ایران در منطقه در دوره آیت الله خامنه ای کار بدیه؟ این تناقض چگونه میخواین شما باش رفتار کنید؟ یا بالاخره ایران حق داره که متحد منطقه ای داشته باشه و ازش دفاع کنه، یا حق نداره؟ و مسئله شما به نظر میاد که این مسئله فرقه ای و قبیله ایه. در دوره زعامت قبیله خودتون ایران حق داشته در خروج
در خارج از مرزها باشه. وقتی که قبیله خودتون از قدرت پایین اومده، ایران غلط کرده و اگر حضور داشته باشه جنایتکار بوده و غیره. دفاع ایران به واسطه محتشمی پور، به واسطه خود آقای میرحسین موسوی، به واسطه همه دولت میرحسین موسوی در دهه 60 شمسی از کسی به اسم حافظ اسد، دفاع قدسی مقدس و در راستای انقلاب کبیر ایران بوده، و دفاع از بچه همون حافظ اسد کار اشتباهی بوده. حافظ اسدی که در حمص 20,000 تا اخوان مسلمین در دولتش کشته شدن کار خوبی بوده، ولی در دوره بشار اسد کار بدی بوده. خب اینکه این همه تناقض رو اصلا قبیله، یعنی قبیله بنی موسوی اگر سر قدرت باشه ما حق داریم تو سوریه بجنگیم، اگه قبیله بنی احمدی نژاد باشه ما غلط میکنیم بجنگیم. باور نکردنیه. من علتی که میخوام بیارم شما رو بحث سیاست خارجی اینجاست، چون جامعه الان از این حرفا عبور کرده. به نظر میاد که نویسنده این متن یا خود موسوی اینا رو مثلا 89 میشنیدیم، 90 میشنیدیم، 91 میشنیدیم، به گوشمون هنوز جذابیت هایی داشت. بعد جامعه ایران و جامعه منطقه، یعنی تمام جوامع منطقه از اردن و مراکش تا خود مصر و تونس عبور کردن از چند تا چیز. دیدن که اولا سرشت و سرنوشت انقلاب‌های عربی چه بود، چیزی که به اسم انقلاب‌های عربی بود. لیبیو دیدن. من با آقای میرحسین موسوی توصیه میکنم و از به شکلی کسانی که مسئول امنیتشون هستن واقعا خواهش میکنم که میگم یه بار دیگه تقاضا میکنم که حس رو همین ثانیه درو باز کنیم، بذار آقای موسوی بیاد تو خیابون با بادیگاردم بیاد که کسی نتونه بهشون تعرض کنه، بیاد با مردم عادی صحبت کنه و مردم عادی بهش خواهند گفت که در مورد داعش چه فکر میکنن، در مورد جبهه نصرت چه فکر میکنن، در مورد سوریه و حضور ایران در سوریه چه فکر میکنن و در مورد انقلاب های عربی چه فکر میکنن. لیبی رو جمهوری اسلامی خراب کرد آقای موسوی، لیبی رو آقای خامنه‌ای به باد داد، لیبی رو سردار همدانی از بین برد، لیبی که دیگه هرگز کشور نشد مقصر جمهوری اسلامی بود. اصلا باور نکردنیه. مصر چی آقای موسوی؟ مصری که انقلابش بعد از 12 ماه تقریبا، یعنی مصر انقلابش 25 ژانویه 2011 پیروز شد، 1 سال و 6 ماه کمتر خب به نابودی کشیده شد. سیسی 100,000 نفر تو زندان، 80,000 نفر فقط اخوان رو تو زندان کردش و کشور رو تبدیل کرد به مستعمره به شکلی سعودی تا حدی در چند سال اول. اون مثلا انقلاب عربی مقصر مصر ایران بود، مقصر نابودی مصر ایران بود. اما در مورد سوریه باور نکردنی است، باور نکردنی است که میرحسین موسوی که در دهه 60 نخست وزیر بوده و میدونه که در دهه 60 سوریه اگر نبود سرنوشت جنگ ایران با عراق چه میشد، اگر ایران این متحد رو در قلب عرب جامعه جهان عرب نداشت، اگر ایران این عمق استراتژیک رو نداشت چه بلایی سرش میومد. میرحسین موسوی میدونه که عمق استراتژیک چیست و این عمق استراتژیک رو دوره خمینی میخواد، برای اینکه اون موقع به نفعشه، خودش در قدرته، اما در دوره خامنه‌ای نمیخواد، چون میدونه که بدون اون عمق استراتژیک ایران هم فرو میپاشه و دیگی که برای من نجوشه کله سگ باید توش بجوشه. دقیقاً همین باید باشه و این رو اینجا باید وایساد، اینجا باید وایساد، اینجا برای همه شما باید وایساد. شما میتونید چپ باشید، راست باشید، ملی‌گرا باشید، دنبال گلوبالیست باشید، دنبال جهانی شدن باشید، میتونید لیبرال باشید، میتونید اقتدارگرا باشید، هر چی که هستید باشید، هر چی که هستید باشید اگر دنبال سیاستید، ولی رمانتیک نباشید، دنبال سیاست واقعی باشید، رئال پلیتیک، واقع‌گرایی. واقع‌گرایی یعنی این که من حتی اگر دنبال سرمایه‌داری لجان گسیخته هستم باید بدونم که چیزی به اسم قوانین سیاست واقعی وجود داره. کشورها عمق استراتژیک دارن، عمق استراتژیک فرو بپاشه مرز خود کشورم از بین میره. این که اگر سوریه بپاشه خوزستان رفته یک اصل در سیاست واقعی است. این رو نه برادر طائب مهدی طائب گفته بودش، این رو نه چه میدونم اون فلان آدم پایگاه عمار گفته، نه فلان سلطنت طلب. این یک جمله است که شم استیون ماکسفل میتونه بگه، شمم یه یهودی میتونه بگه، یه اسرائیلی میتونه بگه، هر کی که بگه درست گفته، چون بر اساس جغرافیاست، چون سیاست بر اساس جغرافیا بخش عمدش شکل میگیره، نه بر اساس خواسته حکومت‌ها. جمهوری اسلامی باشه، جمهوری یهودی باشه، جمهوری کمونیستی باشه، سلطنت باشه، ایران یه عمق استراتژیک بیرون خودش میخواد. ایران انزوای جغرافیایی داره، برای همین این همه میدونن که آقا سوریه رفته بود ایران با خطر جنگ روبرو بود. خب وقتی که میرحسین موسوی این رو نمیدونه یا خودش رو به ندونستن میزنه، بعد دیگه بحث عوض میشه، بحث کاملا عوض میشه. اگه اینو سال 89 یا 90 ندونی چون عکس بچه‌ها رو واسط میارن یه چیزیه، ولی اگه سال 1401 که مدارک در اومده در مورد
حضور قطر و سعودی از روز اول، خرجی که وهابی‌ها در سوریه کرده بودند، پولی که پمپاش کرده بودند، حکم جهادی که هنوز تظاهرات نیامده اعلام شده بود و کاری که آمریکایی‌ها کردند، کاری که ترک‌ها کردند، نوفلای زونی که اعلام کردند، راه نهادن ایران به کنفرانس‌های صلح و غیره. اگر الان هنوز روی این قضیه اصرار کنی، تو بعد دیگه اوضاع متفاوت میشه. و این من واقعا باور دارم که این توسط میرحسین موسوی نوشته نشده و امیدوارم هستم که نوشته نشده باشه، چون اگر واقعا 1% این رو میرحسین موسوی نوشته باشه، واقعا بعد از تاریخ برای همیشه خط بخوره. و من به عنوان کسی میگم که بخش از جوانیم رو به این آدم وفادار بودم، واقعا ننوشته. من معتقدم این رو کسی در حد جواد اکبرین نوشته، یکی از کسانی که با عربستان کار میکنه، به همین سادگی برای مقاصد سیاسی و به این آدم خوراندن و به این آدم یا براش فضای ایجاد کردن، یا اصلاح طلبان تندرو سراغش رفتن، براش فضا ایجاد کردن و این رو بهش تلقین کردن، به همین سادگی، چیز بیشتری نمیتونه باشه. حالا برگردیم به اینجا. بر پایانم میگه ما همراهان مردم ایران با استفاده از این فرصت در پیشگاه ملت تاکید میکنیم که 11 سال و اند دوری ما را بر عهدمان با آرمانهای پیشین پابرجاتر کرده. باشد روزی که قنداق پوشهای ما دیگر زیر قنداقه تفنگ بزرگ نشوند. یعنی بچه های قنداق پوش ما زیر قنداق تفنگ بزرگ نشن. بازی زبانی کرد. من دوست داشتم که عکس بچه های غزه که زیر قنداق هستن رو، الان تقریبا 15 تاشون در غزه توسط اسرائیل کشته شدن رو میخوام نشون بدم اینجا، اگه میتونستم که بگم که آقا قنداق پوش های ما رو که آیه موسوی اسرائیل داره میزنه، و در یمن هم که بر اساس گفته کرایسیس گروپ یا گروه بحران حدود 300,000 نفر کشته شدن، یه بخش عمدهشون کودک بود، اون قنداق پوش ها رو هم سعودی با توپ و تانک های انگلیسی زد و با هواپیمای انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی زد. و در سوریه هم بخش عمده از این قنداق پوش ها رو داعش زد، جبهه النصره زد، پول سعودی، پول قطر، پول فرانسه، نو فلای زون یا منطقه پرواز ممنوع آمریکا زد. شما کجایی هستن؟ این قنداق پوش های اگر تصمیم آقای خامنه ای نبود که الان تو تهران و توی اهواز و توی خرمشهر و توی اصفهان و اینجا هم ردیف به ردیف قنداق پوش های ایرانی هم بغلشون بودن. و اصلا باور نکردنیست که با این زبان شاعرانه آقای موسوی چنین حرفایی میزنه. به نکته پایانی از آقای محمد خاتمی، از آقای کرباسچی، از آقای عباس عبدی، از آقای خوینی ها، از آقای جلایی پور، از تک تک اصلاح طلبا باید خواست که بیان و رسما با این بیانیه‌های موسوی خطکشی کنند. اینها ابهامزی هستند، استراتژی ابهام دارند. مثل سال 88 موسوی فضای تند رو به وجود میاره، دو قطبی میکنه، اینها هم موسوی رو باهاش خطکشی نمیکنن و اجازه میدن که عملا اتفاق بیفته ولی خودشون در ساحت رسمی تر باقی میمونن. خیلی واضحه. آقای محمد خاتمی، آقای شما هم مثل میرحسین موسوی معتقدید که کسانی که در سوریه کشته شدن عملا مشغول خدمت به دیکتاتورها بودن و به شکلی دفاع از حرم، به خون ریختن در سرزمین‌های بیگانه برای تحکیم پایه‌های رژیم کودک کش بود؟ آقای محمد خاتمی، شما از شما بپرسیم، بالا از موسوی که گذشت، آیا آقای عباس عبدی، آقای خوینی‌ها، آقای کرباسچی، تک تک اصلاح طلبها، آقایون جلایی پور، پدر و پسر، از شما می‌پرسیم، اینکه سردار بی افتخاری بود که آقای حمیدانی که جانش در غربت به قربانی مستبد دیگر تلف شد، باور نکردنی است. و به نظر من این لحظه ای که من اگر جای جمهوری اسلامی بودم، به جای اینکه اجازه بدم که اصلاح طلبان هنوز 1 سال نشده فضا رو تبدیل کنم به چیزی که در سال 88 تبدیل کردن، از تمام کسانی که در 8 سال گذشته بر کرسی قدرت نشستن و قدرت سیاسی و اقتصادی رو همزمان داشتن، میخواستم که موضعشون رو درباره این بیانیه موسوی رسما اعلام کنم. کسانی که این بیانیه رو به موسوی تحمیل کردن، کسانی هستن که به دنبال ایجاد یک 88 دیگه هستن، به دنبال یک انفجار، یک انشقاق دیگه، یک دوپاره شدن جدی دیگه در جامعه ایران هستن. خود اصلاح طلبا به دنبال یارگیری از 4 تا کسی هستن که سراغ رضا پهلوی نرن، فشار به حکومت که براشون گردونه، اما هزینه این رو ایران خواهد داد، ایران و فقط ایران. برای همین نباید گذاشت که یک بار دیگر، چون تاریخ دوبار تکرار میشه، دفعه اول تراژدی، دفعه دوم کمدی، اگر این دفعه جلوش رو نگیریم تاریخ به ما خواهد خندید و منطقه به ما خواهد خندید.